رود و وقتتان بخیر موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی آنچه که در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی انتقادهایی را در پی داشت اما پس از چندی از سوی شورای ملی افغانستان تایید گردید ولی هنوز که چند ماهی به وعده برگزاری لوی جرگه قانون اساسی باقی است شماره از اپوزیسیون حکومت خواهان کنار رفتن حکومت وحدت ملی اند در اوج چنین اظهار نظرها وزیر امور خارجه آمریکا آقای جان کری پا به میدان میگذارد و از مشروعیت حکومت وحدت ملی تا پنج سال حمایت می کند سفر جان کری با دیدگاه ها و تعبیر های متضاد مواجه شده است برخی موضع گیری آمریکا را مداخله خواندند و برخی هم از اظهارات آقای کری استقبال کردند بیشتر در این مورد با بانو مسعود کروخی عضو مجلس نمایندگان و آقای محمد جواد استاد دانشگاه بحث میکنیم خیلی خوش آمدین بانو کروخی و خوش. جناب استاد با شما خواست میکنیم بانو کروخی واقعا سیاسیون افغانستان بدون خواندن متن موافقت نما حالا میان اظهار نظر میکنه به نام خدا با عرض سلام و اترامات خدمت استاد مترم و بینندگان نهایت عزیز شما ببینیم شرایط فیلی کشور یک شرایط پس از جنگ و در جریان جنگ است. ما نمیتونیم هر تصمیمی که در مورد کشور پس از جنگ و کشور مثل افغانستان تصامیم بگیریم حتی در حد توافق نامه ها در این وقت و زمان او بتونه اجرا بگیره اجرا بشه از, از امکان تا اندازه بدوی هسته شرایط فیلی یک شرایط وضعیت خاص است از یک طرف دو هزار و نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدم و کمک ها کمتر شده مشکلات اقتصادی نابسامنی های، امنیتی مشکلات سیاسی سی که شما بدیدیم که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن چیزی که ما میخواستیم و جهان میخواست نشد برعکس از او شد یعنی برخواسته از رای مردم یک حکومت وحدت ملی تشکیل شد برندم برنده شد بازندم برنده شد این برای ما یک چیز ناگوار کننده ای بود اما کشوری که هم در او جنگ باشه و هم بعد از سه چهار دهه پس از جنگ و هم زیربناهای مادی و معنوی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و امنیتی همه دستخوش حوادث شده باشه و ساختار نظام سیاسی ما بعد از اینکه جهان متوجه شد و افغانستان فراموش کرده و به رفت در ابتدای ساختار نظام سیاسی ما بیرون از مرزهای افغانستان بود به کمک و همکاری همین جامعه جانی بود در اونجا کجا اراده های مردم در اونجا بود حالا بانو اظهار نظر اظهار نظرها بدون خواندن موافقت نامی سیاسی با چه معناست؟ اون چه که آقای میگه؟ شما ببینیم توافق نامی سیاسی در یک حالت بسیار است... استراری صورت گرفت شما بدیدیم که وضعیت چه کار شد از گوشه و کنار صداهای بلند شد که مثل انقلاب های میشه که به نفش میشه که سرخ میشه که زرد میشه و خود دکتر سب عبدالله هم هزارها نفر به جاده ها ریخ و تا گفتم من قطع قطع من نمیگذرم از این حق من هست خلاصه کشور میخواست به بحران بره این زحمات 14 ساله 15 ساله جامع جهانی مردم افغانستان تلاش و کوشی. سرمایه گذاری قربانیایی که ما دادیم جهانی این جامعه،, ها ها جامعه جهانی در اینجا آمد هم ضرب سفر می شد بنابراین جامعه جهانی نخواست که از این بیشتر باز, باز جهان متضرر بشه از آدرت افغانستان دست به کار شد و وساطت کرد م... با میانجیگیری جانکیری حکمت وعدت ملی تشکیل شد مردم بر اساس یک موافقت نام بله بر اساس یک موافقت نامه گرچه اون موافقت نامه به مردم افغانستان به منزله یک جام زهر بود اما دیگه نمیخواهم مردم افغانستان که افغانستان از همین وضعیت فیلی باز به طرف و مرج بره باز به طرف یعنی مصیبت ما یعنی سیاسی دقیقاً جام زهر بوده که مردم نوشیده؟ بله،, بله بله همین حکمت وعدت ملی جو در همون وقت زب. ما بعد از گذشته به حساب دو دوری انتخابات ریاست جمهوری و این سومی بود ما گفته بودیم دیگه از مرحله های بسیار حساس و خطرناک گذر کردیم حالا به مرحله پختگی رسیدیم به مرحله رشد و کمال رسیدیم این انتخابات ما دستاورد داره که واقعا مظهر اراده های مردم است اما متاسفانه چنین نشد جامعه پسا جنگ همین خصوصیاتی است به هر حال شبانو باشیم شما اما این توافقنامه در یک حالت استریاری امضا شد اما توافقنامه ها همین کمیت های اجتماعی سیاسی اخلاقی دیگه مثل ریاضی دو جمع دو شده نمیتونه تا هر حالش حکومت وحدت ملی شکل گرفت بله حالا موافقتنامه سیاسی هم بین هر دو رهبر بله؟ امضا شد بله آقای عبدالله میگه که اظهار نظرهایی که امروز میشه بدون خواندن موافقت نامی سیاسی هست بله واقعا این چونین است؟ تا جایی که برمیگرده به سخنهای جانکیری تا اندازی من هم به صحبتهای دکتر صاحب عبدالله موافق هستم خب درسته که یک بخش از این در مقایرت با قانون اساسی حکمت وعدت ملی شکل گریف اما قانون اساسی به یک مدت ریاست جمهوری پنج سال وقت داده و در او قرارداد دیگه نوشته نشده بوده که بدل گفته در طی همین دو سال باید لویاجرگی برگزار بشه و نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شه او هم در صورتی که مردم تایید کنن مورد تایید مردم قرار بگیره خوب بنان در همه شرایط فیلی وضعیت افغانستان چه لازم امنیتی چه لازم سیاسی چه لازم اجتماعی و اقتصادی همه مناسب نبود نشد اپنو چرا؟ آقای عبدالله آنچه را که شما میگین خلاف گفتهای شما را بیان میکنن. میکنه. یعنی عمر حکومت وحدت ملی و چگونگی برگزاری لوی جرگه دقیقا مشخص نشده در توافق نامی سیاسی حالا نمایندگان مردم اینطوری اظهاراتی این را که میکنن نشان میده که مطالعی از موافقت نامی هجده صفحهی نداشتن چرا نه؟ ما, 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 ما موافقت خوندیم ما از رسانه هم بشنویدیم که گفتم در طی همین دو سال لوی جرگه باید برگزار بشه ای چیزی بود که گفته شده بود اما دقیقا در موافقت دکت... نامه آمده؟ بله بله به موافقت نامه همین اما چرا پس حالا آقای عبدالله میانین چون این اصحاب نظر می کنه؟ حتی خود, خود جانکیری در کنفرانس مطبوعاتی که با رئیس جمهوردیش با این شد خود تاکید کرد که ما گفته بودیم در جریان این دو سال آمدگی های گرفته پس حالا گرفته آقای عبدالله چرا اینچون این اظهار نظر میکنه با آره شما من حیث یک نماینده مردم چه هست من حیث کسی که حالا موافقت نامی سیاسی رو شما خواندین من ف... فکر میکنم که دکتر دا... 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 صاحب عبدالله فکر میکنم که دیگه مردم افغانستان همه چنان آفیزای ضعیف شده که به همین زودی در طی یک نیم سال این فراموش کردم اما از جمله آقای عبدالله بله اما ما فراموش نکردیم اما این میپذیریم با. عنوان یک کشور آسیب مصیبت زدی که مردم بیچاره افغانستان چهل ساله که در آتش جنگ و مصیبت و بدبختی میسوزه آمدن جان کیریر ما هم از اون مردم مظلوم ستم دیدی هستیم که استقبال میکنیم هر زمانی که مصیبت و بدبختی به بی اینجا بیایه متاسفانه حکمت وعدت ملی به همون تعوداتی که در زمان کمپاین ها داده بودم و به اساس همون توافق نامم چندان عمل نکردم اما ما اونها را ملامت کرده نمیتونیم وقتی که دو جریان مخالف با دیدگاه های متفاوت زیر یک چتر وحدت ملی اینا کنار هم بیایم زمان به که اینا هم دیگر بپذیرم هم دیگر تعمل کنم و طرفین متقاعد بسازم این کجوز همون خصوصیات این بود اما به یک بنبس رسیده بود بالاخره به جایی رسیده بود که بنبس و از طرفی هم اپوزیسیون شما گفتیم متاسفانه اپوزیسیون که این نیست که تا روزی وزیر بود خوبم که فردا از وزارت بیرون شد شد ما اینا رو به هیچ عنوان به نام اپوزیسیون قبول نداریم اونا کسانی هستم که میخواهم امال افغانستان در ناامنی مطلق به سر ببرم که اونا دوباره باز برن به فکر حکومت موقت از سر 15 سال بنا آمدن جان نفس تازه به ما مردم مظلوم بیچاره داد که باز هم از دربدری و بدبختی و مصیبت و تنش ها و جدال ها نجات پیدا میکنه جناب استاد جامعه افغانستان در حالت پس از جنگ قرار داره است یک طرف آنچه که بنو اعتقاد و باور دارن از طرف دیگه حالا مردم افغانستان آمدن جام زهری را به نام حکومت وحدت ملی نوشیدن اما حالا آقای عبدالله سفر آقای کری را بحث روی شرکت در نشست بروکسل میخوانه است یک طرف و گپ گفتا درباره عمر حکومت وحدت ملی را هم حیرت آور باور شما چی هست من حیث یک استاد دانشگاه واقعا حیرت آور است بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و احترام خدمت شما مهمان محترم برنامه و بینندگان محترم تلویزیون خدمت رو کنیم که بحثی که در جامعه افغانستان میتونیم به اصطلاح او را مطرح بسازیم در شرایط فعلی و کنونی در یک کلام متاسفانه وضعیت فعلی جامعه ما در میان همه اقشار مختلف جامعه یک حالت از آنومی و به آشفتگی وجود داره و حاکم گشته به تعبیر دیگر یک وضعیتی از آنومی حاکم هست که نه نخبگان سیاسی ما خدمتون عرض کنیم که از نوع حکمت داری قانون اساسی و امثال نا او درکی درستی را که باید داشته باشند دارند و نه خدمت عرض کنیم حتی به اصطلاح نمایندگان محترم پارلمانی ما به اصطلاح ای که چی کار کنند و وظیفهشان در به اصطلاح دستگاه قوه مقننه چی هست به اصطلاح چی وظایف را یا چی رسالتی را که نمایندگی از مردم ای جامعه را یدک میکشند در برابر حق و حقوق از این مردم در, مقابل قوه مق... به اصطلاح مجریه داره لذا به چند دستگی ها و بانبازی ها سمت و سو و امثال اینا, اینا هم گرفتار شدند ای تو وضعیت متاسفانه و حتی تحلیلگران مسائل سیاسی و جامعه شناسی ما هم خدمت نارس کنیم هر کدام به یک سمت روان هست هیچ کسی یک برداشت درستی یا یک تحلیل درستی را از وضعیت فعلی جامعه و در بسلا مرحله بعدی یک راهکار مناسب را ارائه نمیتنه بسلا برای مردم داشته باشه ارائه کنه لذا خدمت عرض کنیم که این حرف هایی که گفته میشه برداشت من این هست که نه این حرف هایی که از ناحیه به برخی از نمایندگان پارلمان ایراد شده اینا درست هست و همچنین برخی از صحبت هایی که از ناحیه افرادی که به عنوان کارگزاران سیاسی محسوب میشن اینا هم به با توجه به او قانون اساسی چارچوب قانون اساسی و همچنین تشکیل حکومت وحدت ملی مبتنی بر او هدف تشکیل وحدت حکومت وحدت ملی نیست برای اساس با توجه به این مقدمه که عرض کردیم نکاتی را که دکتر صاحب عبدالله به اصطلاح بیان کردم حکومت وحدت ملی البته او چیزی را که ما برداشت داریم مطابق او موافقت نامه که بین دو تیم به امضا رسید با وساطت جانکری ای هست که حکومت وحدت ملی که برآمده حالا بر حسب ظاهر از نظریات یا آرای مردم بود اصل شکلگیری به اصطلاح حکومت حکومتی که حالا ای که تقلب صورت گرفته امسال اینا ای سرجای جای خودش روی بحث نداریم آره اما خود به اصطلاح به صورت سوری یا شکلی ظاهری خودش اینمی حکومتی که آی اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوریش محسوب میشه از طرف اراده مردم روی قدرت یا ارکه قدرت چست یا چوکی قدرت تکیه زده یعنی انتخابات برگزار شد و مردم رای دادن متا در ای که از کردیم در این قسمتش کار نداریم این روش بحث فعلا نداریم که این تقلب صورت گرفته یا تقلب صورت نگرفته ولی رئیس جمهوری است که بالاخره مردم ایر انتخاب کرد یعنی مردم از طریق رایشان به صندوق هایی که ریختند رئیس جمهوری را خدمت عرض کنیم حالا گفتن که یعنی برنده شده و این هم به عنوان رئیس جمهوری به اصطلاح جامعه افغانستان هست این حکومت حکومت پنج ساله هست حالا به هر شکلی که تقلب صورت گرفته باشه یا نگه باشه کار نداریم برای اما برای ای ایت... عبدالله در آه. ما هم چیزی نامده اما ای که خدمت عرض کنیم چون تیمی مقابل یعنی تیمی دکتر صاحب عبدالله نسبت به دور اول انتخابات انتقاداتی را داشتن که در اونجا هم تقلبات صورت گرفته و او به اصطلاح میزانی که باید ما رای میوردیم و برنده میشودیم تا حدود ما بیشتر از ای تیمی که فعلا به عنوان رئیس جمهور فردش برگزیده شده از اینا که در رای ما بیشتر بوده به این خاطر چون جارجینجال ها افتاد و ای کشمکش ها و تنش ها راه افتاد آی جانکری هم آمد و این دوتاره را کنار هم نشستان دو تیم را برای که بالاخره هم تو هم تو به دست بیایه یعنی تیم دکتر صاحب عبدالله که میگی برنده دوره اول ماست هم خورما شود و هم سوا آه، هم تیم فعلی که برنده دور دوم هست این یک حکومت اعتلافی یا حکومتی وحدت ملی به نام حکومت وحدت ملی را چست ایجاد کردن حال اما اما این پنج سال عمرش هست منطقه در کنار ازی برای که ای دوتا کنار هم ممکنه و کشمکش های بر سری که چند وزیر از ما باشه چند وزیر از شما چند به اصطلاح نمیدونم فلان والی از ما باشه از تیم ما و ای والی از تیم مقابل برای از که ای جا ها هم فروکش کنه یا از بین بره بیایم یک سر اصلاحات را در قانون اساسی در عرض دو سال به وجود بیاریم و از طریق اصلاحات در قانون اساسی به اصلاح لوی دایر شود و تغییر سیستم سیاسی یا نظام سیاسی به وجود که برامدش نظام ریاستی تبدیل شود به نظام صدارتی ممنونتا. یا پارلمانی بان که حکومت وحدت ملی حکومت مردمی هست و شما هم بخشی از نظامی هستین که حالا وظیفه خود را نمیدانه که چه کار باید کنه چرا من حیث نماینده مردم و نمایندگان در کل حالا وظیفه خود را نمیدانن آنچه که مسئولیتشان هست و صلاحیت خود را واقعا نمیدونن آنچه که آقای محدثی باور شما ببینیم پارلمان افغانستان هم برخواسته از می آشفت و بازار افغانستان است جدا از این نیست پارلمان چیزی نیست که فرشته ملایکی را از اسمان از آیر کرده و به زمین که ما جدا از این تافته و با با بافت اجتماعی باشیم میپذیرم امروز کم و کستی ها در همه بخش ها هسته اگر این سقوه به همکاری و همیاری همدیگر هماهنگی با هم کار میکردم مشکلات که ما امروز داریم کمتر میداشتیم اما چیزی هست واقعیت های جامعه ما همین هسته جامعه برخواسته از جنگ بیشتر از این نمیتونه باشه بیشتر از این نمیتونه باشه <میداش> یعنی واقعا نمایندگان مردم آنچه را که آقای مهندسی میگن وظیفه خود را میفهمن که چه کار باید بکنن اگر خیلی نمیفهمم کمی کم میفهمیم می اگر خیلی نمیفهمیم کمی هم میفهمیم اما نظر به شرایط فیلی کشور متاسفانه وضعیت توری است که همه را گام کرده شدیم در طی همی پمزه سال از اولین ساختار نظام سیاسی ما که قدم به قدم ما با کمک و همکاری و سپورت و رهنمایی و آموختن از تجارب دیگران ما به پیش میریم اوباما نیروهای خود به سال 2014 از افغانستان ادایت داد که بیرون کنم وقتی که بیرون کردم ما در, 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 حدود 200 هزار جوانان ما که با اونا مصروف کار و بار بودم حال بیکار هستم و, و نتونستیم چون به اون مرحله نرسیدیم که ما بتونیم لاعقل به بخش آیدادی خورما روش توصیه بدیم برنامه اقتصادی خور روش رشد توصیه بدیم گرفته بله حالا گرفتار شهروندان سوالی را میپرسند بله. شهروندان سوالی را میپرسند مجلس این یا شورای ملی افغانستان دقیقا آمد به حکومت به وحدت ملی رای اعتماد داد یا تاییدش کرد آه. بخشی که حالا خودش قانون میسازه، بله. چرا باید قانون زیر پا کنه برخی نمایندگان اتق... باورشانی هست یا انتقادشان هم دقیقا است که حکومت وحدت ملی حکومت مشروع نیست اگر فکر کنیم این حکومت کنار زده شود سرنوشت قانون اساسی افغانستان چه میشه شما ببینیم قانون از آن جایی که قانون حافظ منافع مردم است آیا گوزینه دگی هم میتونستیم سراغ داشته باشیم که به جای وحدت حکومت وحدت ملی بگذاریم که افغانستان از این وضعیت نجات بده چه گوزینه ای؟ مثلا شما من یک نماینده مردم چه گوزینه ای را پیشنهاد میکنید هیچ ب... هیچ ای در همون وقت و زمان نبود به سراغ کی می رفتیم اما چرا باید انتقاد شود پس حالا با این چنین وضعیتی چرا از حکومت وحدت ملی انتقاد شود مثلا در کدام بخش انتقاد شه؟ دقیقاً حالا باور برخی نمایندگانی هست که حکومت نامشروع هست حالا همین نمایندگان بودن که آمدن رای تایید دادن به حکومت بنام وحدت ملی که دارای دو رهبر است. خب شما ببینیم وقتی که یک فرد نماینده دیدگاه و نظریات خود به شکل انفرادی بیان میکنه مشکلی که در اینجا هست متاسفانه رسانه ها اظهار نظر یک وکیل میگن پارلمان گفت وقتی که مصوبه پارلمان است باید شما بگیم پارلمان گفت اما اظهار نظر یک وکیل به هیچ عنوان پارلمان نیسته او باید پاسگویده اما, دید... اما دیدگاه برخی از برخی مربوط به خودشان هسته اما من به عنوان یک نماینده و این دیدگاه همه هسته من، من، من درست است که من پیشتر هم به شما بگفتم که یعنی در مقایدت با قانون اساسی حکمت وعدت ملی شکل گرفت. اما در یک وضعیت ناچوری بود دیگه راه نبود دیگه گزینه نبود یگانه راهی میتونید که در نخست و حالا انتقاد خب همه همه هم هم انتقاد نمی کنم یکی به کسانی هستم ما سی کنه گرچه گپ همه سه دفعه مردم ما مردم اوشیار هستیم به دل خو. اما به ظاهر می خواهیم که یک نوی تظاهر کنیم که گویا چنین است و چنان است منظورتان است مردم مردم افغانستان امی... نه 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 همین که چنین ادعا و دارم و سر صدا برام اندازم و که چون مانم استقلالیت ما زیر سوال رفت که حاکمیت ما چنان شد که چون جان کریم داخل کرد اولین ساختار نظام سیاسی سی ما بیرون از مرزهای افغانستان به دستور همین خارجی ساخته شد چ... به میزودی چرا ما فراموش کردیم؟ چرا؟ من متاسف هستم امروز همین پارلمان افغانستانی کی درست کرده که ما زیر چتر از اون نشسته هستیم حالا باید دیگه ادعا کنم نرم به زیرم چتر اون هندو ها بر ما درست کردم اینم هم خواهم همه چیز زیر سوال میبره پس امروز وضعیت جهان تغییر کرده اینجی قرن اوایل قرن 21 هسته امروز یک جهان به یک دکده تبدیل شده سعدی سای به این سال پیش میگه بنی آدم از یک دیگر حالا بانو کروخی حالا. مردم میپرسن اگر احیانا حکومت وحدت ملی کنار زده شود واقعا گزینه برای انتقال مسالمت, آ... مسالمت آمیز قدرت در افغانستان وجود داره؟ اصلا نداره می بینیم که یکی ده کسایی که تا دیروز وزیر بودم و دبیر بودم و مشاور و رئیس جمهور بودم وزیر مشاور و ای, ای, ای گپا بودم دیدگاه اینا دیگه رقم بود تا فساد تا لجنی از فساد بود تا گوشا به فساد غرق بودم همی به تازگی که این حکمت وعدت ملی یک ما از اون نگذشته بود میگفتم فساد است که بی بند و است خب چرا بابا جان به با میدوری دوری خود خو شما اقدام نکرده بودیم که حالا چنین سر و صداهایی برای انداختیم بناهن در شرایط فیلی کشور اگر قرار باشه که وکیلایی که میگم نامشروع است عمل خود ما موجودیت خود ما ادامه کاری ما هم در مقایرت با قانون اساسی مردم از... حالا باز هم میپرسند چرا بله. پس این نمایندگانی که امروز حکومت را نامشروع میخوانند چرا در نخستین روزی که حالا آمدن رأی تایید دادن یا قبول کردن حکومت وحدت ملی را چرا ایستاده نشدن؟ شما ببینیم اون نماینده هایی که واقعا قلب اینا با واسطه از این مردم، با واسطه از این سرزمین میتپه و دل اینا به مردم اینا میسوزه دیگه نمیخواهیم که مردم ما از بیشتر در به در و خاک به سر شد دروازه های تایدی اروپا برو ما بسته شد دیگه به استرالیا و امریکا هم که ما رفته نمیتونیم ایران و پاکستانم، پاکستان هم هی حل از هشدار میدم که ما شما رو دیگه... چرا این نمایندگان استاد نشدن؟ اون نمایندگاه که چنین اظهارات میدینا میکن مربوط به خود اینا هسته از دید من، از نظر ما همی، حفظ همین وضعیت کاملا به نفع همین مردم ستمدیدی دیدی افغانستان است و انتقادها آ... جای رم انت... و است. اینا میخوام تظاهر کنم به مردم گویا بله به مردم چه طوری وانمود کنم در پشت پرده دیگه هستم باور کنین که بم جان هم بسیار دوستانه میشینم با سفرهای بسیار خوب میشینم و به ظاهر طوری قربانی میکنم که گویا ما روی ضد خارجی ها داریم این شعارا مردمم خسته شده دیگه کسی به باورم نداره بیایم از این وضعیت ها تیشیم وضعیت افغانستان وضعیتی هست که باید ما متعهدانه تصمیم بگیریم ممنونم. در غیر از او با شعار دادن و با تظاهر کردن چهره های ما بالاخره افشا میشه و کارم به جایی نمیرسه جناب استاد حد اقل چگونگی کار بانو کروخی به باور که حالا نمایندگان مردم میدانن از یک سو و از سوی دیگه ظاهر و باطن نمایندگان فرق داره از هم حالا با این وضعیت نمایندگان با در نظر داشته اظهاراتی که کردن برخی دیگر از نمایندگان به با این باور هستند که سفر آقای کری تضمینی بود, بود به چگونگی کار حکومت وعدت ملی تا پنج سال دیگر چقدر میتونه این مورد درست باشه؟ دقیقا ما برداشت ای هست که سفر جانکری به کابل یا افغانستان در واقع مهر تایید زد بر به دوام و بقای حکومت وحدت ملی بر مدت پنج سال و حرف دقیقی هست و این برداشت چون یکی از به اصطلاح اهداف را که معمولا به لحاظ تئوریک در دنیای سیاست و عرصه روابط بین مطرح است یکی از شبه های نفوذ ها و سلطه قدرت های بزرگ بر قدرت های ضعیفتر ایجاد دولت های این چنینی هست یعنی و یا یک کمی اگر به اصطلاح حرف بزنیم و به اصطلاح برهنتر حرف بزنیم ایجاد دولت دولت های دست نشانده هست که ثبات و بقای از این دولت و همچنین یا زوال دولت وابسته مستقیم داره یا وابستگی مستقیم داره به اراده ای او کسی که ساپورتگر یا او حکومت و قدرتی که ساپورتگری از ای حکومت هست لذا چون در افغانستان هم متاسفانه به دلایل مختلف سیاسی اقتصادی امنیتی ما هیچ بدیلی را نداریم جز این که هم مردمی ما تن بدهند بر امی دولت فعلی که از او وضعیتی که یک آشفتگی و هرج و مرج و آنارشیگری را بیفته و به وجود بیاید دهه هفتاد و امثال تکرار و شست و اینمی دولت نیمبند و نظام سیاسی نیمبندی هم که وجود داره با همه مشکلات و چالش هایی که درش هست باز هم از او وضعیت کرده بهتر است هم مردم ما به این یک حالت از مستر بودن واقع شده متاسفانه که بدیل جز پذیرفتن و تندادن به امی حکومت فعلی چیزی دیگری نیست و لحاظ سیاسی هم امی رقمی چون ما یک هویت مشترکی که بین نخبگان سیاسی و فکری ما به وجود آمده باشه اصلا چنین چیزی شکل نگرفته هر کسی تبل خودش میزنه بر اساس قومیت بر اساس حزب بر اساس سمت بر اساس مذهب بر اساس زبان و امثال اینا لذا در پارلمان ما متاسفانه اینمی وضعیت حاکم است حتی وزرایی که میای رای میگیره یا رای بهشان رای مثبت داده نمیشه بر اساس شایستگی نیست بر اساس اونمو و دستجاتی که شکل گرفته در درون پارلمان و او هم مبتنی بر اونمو سمت و سو قوم و قبیله و دارودسته دسته و حزب و پول و رشوت و امثالی ناس بر اساس ای تصمیم گیری ها یا رای دادن به نفع یک وزیر یا بر علیه از او وزیر چه صورت میگیره از لحاظ سیاسی هم پس اینی وضعیت در این جامعه چاست حاکم هست به لحاظ هم اگر ما بگین جناب استاد ب... فرصت ما تمام است آینده ای حکومت وحدت ملی را در حدود سه سال دیگر چگونه می‌بینید؟ بیشتر ما... از سه سال. من برداشت من این هست که حکومت وحدت ملی به اینمی وضعیت فعلی خودش به اصطلاح ادامه خواهد داد تا سه سال آینده هم اینمی حکومت باقی خواهد ماند و اپوزیسیون هایی که تشکیل شده اینا هم چون از او طرف حامی ندارن یعنی آمریکا به عنوان سوپر پاوری به اصطلاح امروز جهان و به عنوان تک هجمونی که حاکم هست بر به اصطلاح مسائل جهانی حامی این دولت موجود هست و اینایی ممنون. که اپوزیسیون تشکیل دادن هم نمیتوانند بدون حمایت جامعه بین الملل به اصطلاح دست به تغییراتی بزنن یا اصلاحات را انجام بده و این ادامه خواهد داد به عمر خودش تا سه سال آینده متها چوبی اصلی را مردم افغانستان خواهد خود که به لحاظ معیشتی به لحاظ اقتصادی امنیتی سیاسی اینمی وضعیت آشفته ممنون. و آنومی را باید تجربه ممنون. کنه و به اصطلاح مشاهده کنه ممنون حالا بانو آیا میشه بدون به دست حمایت قوی یکی از سوپر پاورها حکومت وحدت ملی کار خود ادامه بده خیلی کوتاه ناممکن است ناممکن است برای شرایط فعلی افغانستان بدون کمک و همکاری امی ابر قدرت های جانی مثل امریکا ناممکن است ما ما خدای باز پس دوباره عقب گشتی باز به مو جنگ های داخلی باز به همون مصیبت و بدبختی همه کسانی که ادعای رهبری و زعامت میکنم که ادعا میکنم که گویا خارجی ها چنین کرد و چنان کرد و جانکیری این کرد و آن کرد اگر دست حمایت همونا بالای سر همونا نمی باور کنیم به هیچ اون اونا به قوت صحبت کرده بس خیلی نمیداری. کتا اگر بگیم چرا حکومت نیمبند آنچه که آقای او چرا باید تضعیف شود برای از رهبران ما من متاسف هستم که ما به کسانی که تشنی قدرت باشه اونا رهبر بگی تشنه قدرت در افغانستان در طی می سه دهه که در اینجا فراقانونی بوده و حاکمیت قانون نبوده چنان اینا زورگوی بار آمدم که غیر از خود خودگی کسر در عریقه قدرت و ثروت نمی بینم بنا اونا تلاش دارن اونا اصلا به قصه مردم نیستن اینا در تلاش از این هستن که پاس پس رجعت کنه با گذشته و اونا در عریقه قدرت بیا ای که سی میلیون افغانستان قربانی نمیشه به پیش از اونای چرزشی کردین <applause> بانو کرد. عضو مجلس نمایندگان و جناب استاد محمد جواد مهندسی استاد دانشگاه و پس از خبر امشب هم در همین جا پایان رسید تا دیدار بعد الله حافظ <موسیق>